ایمنی که برام اومده باید کارو شروع کنیم. وسایل مورد نیازم رسیده. خیلی خوب شد. تماس با برادران وزارت اطلاعات 113 به عهده خواهر من. من قول میدم که کاری کنم با ما همکاری کنه. من قانعش میکنم. نظر تو چیه گلچن؟ ما حالا دیگه راحت‌تر میتونیم دستورات شبکه‌های ماهواره‌ای رو به مردم منتقل کنیم. چرا مصنوعی بازی میکنی بابا؟ جلو دوربین راحت باش. نه ما قول میدم که از برادرای وزارت اطلاعات برای تخفیف بگیرم. ماس موسیر. نکن. با قول ویزا و اقامتی که به ما دادن من مطمئنم که بعد از این ماموریت اقامت خوبی در آمریکا خواهیم داشت. شما نگران مسئله اقامت نباشید. خواهرم مسئله اقامت رو حل کرد. اینم مسئله لازم. دست درد نکن. بابا تو هم که عشق چارلز برانسون خرد کرده بابا. با اون قیافه غلطه. ریلکس. امنیت نعمتی است که تحقق آن جز با هوشیاری و مشارکت دیگران یافت جامعه. شب کجا بودی؟ دیشب چیه بابا؟ از آخرین باری که لون دادی 2 سال الان تو زندانم. مگه یادت نیست؟ خوب نشد آن؟ برم یه اردیگه بیا. شب کجا بودی؟ دیشب؟ آه رفته بودم با همکاری رسانه‌های ماهواره‌ای در یک اقدام چیز ضد امنیتی و در راستای تحرکات استکبار جهانی به یک انقلاب مخمل مخمل کبریتی یا شایدم راه یا شایدم جبرجت جورجت و به عادلت کنم. تو غذای مامانو بده. من قبل از اینکه بیام خودم به 113 زنگ زدم. من برم جنگی لباسامو عوض کنم. لباسای زندان هم بپوشم. آبا اصلا برای نقصه جاسوسی خوب نیستم. آبا میگه دیشب کجا بودی به تو جان. شب کجا بودی؟ هی میگه کجا بودی گرفتی ما را خفه کردی ما را. چیکار داری من کجا بودم کنون جهنم در ری بودم. خب رو زنگ تو بزن به 113. خب رو زنگ تو بزن. تو به من چیکار داری آخه؟ ما رو لو بده. دیگه یه تیکه آلن درونی اصلی. مامان برای بابا پیغام نداری؟ میدونم خیلی دلت برایش تنگ شده. از آخرین باری که لوش دادی 10-12 سالی میگذره. خدا کنه که قدر تو بدونه. فکر نمی کنی من و مادر نگرانت میشین؟ چه داد بیداد میکنی بابا؟ چه داد میزنی؟ انگار 30 کیلومتر با هم یه فاصله داریم. با برادرای اطلاعات اینجوری صحبت نمی کنی. به ما که میرسه خونه رو میذاری رو سرت. راستی ساکم رو میذارم زیر تخت. برو بگردش دیگه. تلفنم همون کنار تخته. باید گیجبازی در نیاری. زنگ بزن 113. اون دفعه زنگ زده بود 112 بود چند بود آتش نشانی اومده بود دنبالمون. بده 113 زنگ بزنی. 113 بده اینجا 113 بفرمون. نخیر الان وقت نده. الو بفرمون. فکر میکنم اون با دوستای نابابی آشنا شده. شما خودشی؟ داداششی؟ خواهرشی؟ پس کیشی؟ پس ناباب کیه؟ حاجی دوباره خواهر این پسر زنگ زده گفته با دوستای نابابش میخوان با استفاده از کانال ماهواره‌ای آحاد ملت رو نارنجی کنن. یه همچی چیزی مخمل پای مقام عثمان کنن؟ دقیق حالا نمیدونم همچی چیزی. خودش بچه بابیه دوستاش نابابن. شما میفرمایید چیکار کنیم حاجی؟ اونو کاملا تحت نظر داشته باشیم. ما تحت نظرش داریم. اما میخواستم یه سوال همجوری بکنم.
تریپ من به بچه های وزارت اطلاعات میخوره؟ انا تو این حالت، تو این حالت چرا من رو نگاه میکنیم؟ تازه به این گندگی زده 113 دیگه، اینجا رو نگاه کنیم. من اصلا من تحت نظرم ها، بسی که حواستون نیست ها. 113 داده دیگه. من تحت تاثیر انقلاب مخملین و استکبار جهانی قرار گرفتم. رسانه های ماهواره ای کجا هست؟ مثلا من نمیدونم از من برداری داره میشه. رسانه ها، استکبار. Every night in my dream I see اقامت. من همش تو فکر اقامتم و من برم اقامت چی میشه؟ اقامتم چی شد؟ خدا برادرهای وزارت اطلاعات هم که اومدن با بی ام به دنبالمون، راضی به زحمتتون نبودیم. لاغر دستبندی چیزی میزدین، یه خودت همینجوری هیجانش میرفت بالا. من که اینجوری سوار نمیشم، باید یه خورو منو بزنیم. برو تو ماشین. عجب منو میزنین شما برادرها. نه منو پرتم کنیم تو ماشین. باشه برو. ما سعی میکنیم برای مجازات تحت ویژه بگیریم. چه وزارت احتراماتی؟ واقعا شما وزارت اطلاعات نیستید، شما وزارت احترامات هستید. چه گریه شدیدی میکنم من. خواهش میکنم این کارو نکنید. به جای تخفیف ویژه برای جرمم لطفا یه تخفیف برای فیش تلفنمون بگیرید که خواهر ما انقدر زنگ میزنه به 113. سلام علیکم همسیره. میخواستم بگم الان ما برادرتون رو بردیم، پدرتون هم که قبلا برده بودیم، الان فقط چند وقتی اطلاعاتی از مادرتون نداریم. اینجوری که نمیشه، شما باید تماساتون با 113 رو همه جانبه تر کنید. آره زمنان باید بگم مادرتون هم به چیزایی درباره شما به ما گفته. آره 113 در خدمت همه خانواده های نبا. آره منوچهر با تخفیف ویژه برگشت خونه صحیح و سالم. 113